Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda. Vessalatu vesselamu ala man la nebiye ba'da. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kitab-ı şarihi se asıl ve delil hoy on. Düvüm se mes'ala. Bidon Allah Ta'ala rahmet kunat ki in bar har mard zani musalman o muhtani in se mes'ala ve ba on amal kardan vacib ast. مؤلف رحم الله در ابتدای این بخش کتاب برای طالب و دانشجو دعا میکند و به راستی مؤلف برای دانشجو در کتاب سه اصل در سه موضع دعا میکند. در ابتدای چهار مسئله سپس اینجا در سه مسئله و موضوع سوم بدان الله تو را به طاعتش ارشاد نماید. حنفیه همون ملت ابراهیم است. پیش گفتار از شرح سه مسئله. توحید به سه تقسیم می شود. یکم توحید ربوبیت، یگانه قرار دادن الله در افعالش یا یگانه قرار دادن الله در آفریدن و ملک و اداره کردن. دوم توحید الوهیت، یگانه قرار دادن الله سبحانه و تعالی در عبادت. سوم توحید نامها و صفتها، یگانه قرار دادن الله به آن نامها و صفتهایی که خود را در قرآن یا بر زبان رسول صلی الله علیه و سلم نامیده و به آن وصل نموده است و این به اثبات آن چیزی که برای نفسش اثبات کرده نفی و رد کردن آن چیزی که از نفسش رد کرده است به تحریف به انکار کردن به اثبات چگونگی و به مثال زدن می باشد. البته الله ما را آفرید و رزق داد و رها نکرد بلکه به سوی ما رسول فرستاد. پس کسی او را اطاعت کرد داخل جنت گردد و کسی به فرمانی کرد داخل دوزخ گردد. دلیل فرموده الله تعالی که فرمود ما پیامبر را به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست. همان گونه که به سوی فرعون پیامبر فرستادیم. پس فرعون به مخالفت و فرمانی آن پیامبر برخواست و ما او را سخت جزا دادیم. اسمها و صفتها توقیفی است و همان گونه در قرآن و سنت آمده است استاده می شود به این صورت که اثبات آن صفتهایی که الله سبحانه و تعالی برای خود اثبات کرده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای او اثبات کرده است و نفی و رد کردن صفتی که الله سبحانه و تعالی از خود در کتابش نفی کرده یا از او رسول صلی الله علیه و سلام اون رو نفی کرده است مانندی او را پینکی نمیگیرد و نخوابه و هیچ خستگی و رنج به ما نرسید. به تحریف کردن و به انکار کردن و به اثبات چیدگی و به مثال زدن برای اون صفت ها. خلاصه مسئله های سیگونه یکم مسئله توحید ربوبیت و اسم ها و صفت ها. دوم مسئله توحید الوهیت، سوم مسئله از شرک و مشرکان بیامدن. مسئله یکم، در این مسئله مؤلف رحم الله توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات را اثبات کرده است که الله ما را خلق کرد پس او خالق است و ما را رزق روزی داده است پس او رزق دهنده است و ما را بیهوده رها نکرده است پس ما بیهوده نیستیم که نه امرها و نه بازداشته ها بلکه به سوی ما پیامبر فرستاده است. هدف از فرستادن الله پیامبران علیه السلام را این است. یکم برپا داشتن دلیل و حجت بر خلق و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد مگر اینکه پیامبر بفرستیم. دوم رحمت و ای پیامبر تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستاده ایم. البته الله راضی نمی شود که در پرستشش کسی را شریک قرار داده شود. چی ملائکه مقرب باشد و چی پیامبر فرستاده شده. به دلیل این فرموده الله تعالی و البته مسجدها از آن الله است. پس هیچ کس را به الله نخونید. مسئله دوم در آن اثبات الوهیت برای الله تعالی است. مؤلف رحمه الله گفت البته الله راضی نمی شود که کسی را شریک او قرار داده شود. احدون کسی در اینجا نامعلوم بوده هر کس را در بر می گیرد. بنابراین راضی نیست که رسول یا ولی یا جنی یا ملائکه یا شخصی نیکوکار یا غیرش کسی که باشد شریک و همتا گرفته شود و دلیل فرموده او تعالی است
و البته مسجدها مخصوص پرستش الله است. مسجدها مخصوص الله است، پس به همراه الله کسی را نپرستید. احدون کسی نامعلوم است و دلالت بر الوهیت دارد و به همین دلیل مؤلف رحمه الله در اثبات مسئله دوم گفته است الله راضی نیست که کسی همراه او شریک و همتا گرفته شود، یعنی هر کس باشد، چی آن شخص پیامبر یا ولی یا جن یا مرد نیکوکار باشد. در معنای مسجدها سه قول است و همه آنها صحیح است. یکم، مسجدهای ساخته شده که برای عبادت بنا شده است. دویم، اعضای سجده. سوم، زمین که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و زمین برای امام مسجد و پاک کننده قرار داده شده است. سوم، البته کسی رسول را اطاعت کند و الله را یگانه بداند، برای او دوستی کردن به کسی که الله و رسولش مخالفت میکند روا نیست و اگرچه خیشی قریبتر هم باشد. و دلیل این فرموده ای الله تعالی است، هیچ قومی را که ایمان به الله و روز رستخیز دارند نمییابی که با دشمنان الله و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا پسران یا برادران یا خویشاوندانشان باشند. آنان کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته و با روحی که از جانب خودش آنها را تأیید فرموده و آنها را در باغ‌های بهشت وارد میکند که نرها از زیر درختانش جاری است، جاویدانه در آن میمونند. الله از آنها راضی است و آنها نیز از او راضی هستند. آنها حزب الله هستند، بدانید حزب الله پیروزان و رستگارانند. مسئله سوم، در این مسئله مؤلف رحم الله وجوبیت بیزاری نمودن از شرک و مشرکان را بیان نموده است. بیزاری از شرک و مشرکان به امور زیرین می باشد. یکم، قلب. دویم، زبان. سوم، اعضای بدن. یکم، با قلب. به این صورت که نسبت کافران و ایدهای آنان و محفلهایشان و خصوصا شرک ها و بدعت هایی که در نزد آنها است بد ببینی. دویم، با زبان. الله می فرماید البته من بیزارم از آن چیزی که شما می پرستید. ای پیامبر بگو ای کافران، من نمی پرستم آن چرا که شما می پرستید و شما نیز نمی پرستید آن چرا که من می پرستم و نه من پرستشگری آن چرا که شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگری آن چرا که من می پرستم خواهید بود. بنابراین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم. سوم، به اعضای بدن. به اشتراک نکردن در محفلهایشان یا عادتهایشان یا شباهت نداشتن در لباسهایشان یا در اعتقادهای آنان.